برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. کمیساریای عالی سازمان ملل در اون پناهندگان از پاکستان خواسته است که اخراج مهاجران و پناهجویان بدون مدرک افغانستان را در فصل زمستان متوقف کند. این نهاد زمستان پیش رو را فصل سخت توصیف کرده و گفته است که سرما می‌تواند جان انسان‌ها را بگیرد. به گزارش رویترز، پلیس پاکستان خانه به خانه در شهرک‌های پناهجویان کسانی که داوطلبان این کشور را ترک نکرده‌اند جستجو می‌کند. روز گذشته وزیر اطلاعات بلوچستان پاکستان گفت مرحله دوم اخراج اجباری مهاجران آغاز شده و تا ماه ژانویه سال آینده بیش از 1 میلیون مهاجر را اخراج می‌کند. سازمان جهانی بهداشت در پی افزایش شمار کودکان چینی مبتلا به بیماری‌های تنفسی و سینه پهلو از چین توضیح خواسته است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد از اواسط ماه اکتبر شمال چین شاهد افزایش ابتلای کودکان به یک بیماری مشابه آنفولانزا بوده که در مقایسه با دوره مشابه 3 سال گذشته افزایش زیادی داشته است. مقام‌های چینی هفته جاری افزایش بیماری تنفسی را با لغو محدودیت‌های کرونایی، آنفولانزا و عفونت‌های باکتریایی که کودکان را مبتلا می‌کند، مرتبط دانسته است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید افغانستان مهد عملیات بشردوستانه مین‌ربایی است. این سازمان در حساب اکس خود نوشته که عملیات بشردوستانه مین‌ربایی در سال 1988 در افغانستان تأسیس شده و تا کنون شرکای اوچا بیش از 13 میلیون قطعه بقایای مواد منفجر جنگ، حدود 764 هزار مین ضد نفر و 33460 مین ضد تانک را پاسازی کردند. اوچا می‌افزاید که با این وجود افغانستان هنوز هم یکی از آلوده ترین کشورها با مین در جهان است. در پی وقوع 2 انفجار جداگانه در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 2 سرباز ارتش این کشور و 1 غیرنظامی کشته شدند. گفته شده رویداد اولی در منطقه وزیرستان شمالی و در نزدیکی مرز با افغانستان رخ داده است. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده است که این سربازان در حال اجرای یک عملیات بر مخفیگاه اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP بودند و هدف انفجار مین کنار جاده‌ای قرار گرفتند. تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما در این مناطق بیشتر جنگجویان TTP فعالیت دارند.